دوستان عزیز، من همیشه از تعصب بیزار بودم و هنوزم هستم، ولی یک چیز رو بهش شدیداً تعصب دارم و اونم دموکراسی و آزادیه و برای ایرانم من همینو میخوام، یک رژیم دموکراسی و آزاد. این رژیم دموکراسی و آزاد و مردم سالاری رو شما میتونین از چند طریق بهش برسین، یا میتونین مثل نروژ، سوئد، دانمارک، انگلیس پادشاهی مشروطه باشه که پادشاه در واقع یک رول سمبولی رو بازی میکنه و رولی در حکومت نداره، یا میتونید به نوع جمهوری باشه مثل کره جنوبی، امریکا و فرانسه. نوعش برای من هیچ اهمیتی نداره، تنها چیزی که من راجبش متعصبم آزادی و دموکراسیه و از هر دو طریقم این عملی هست. من تنها دلیلی که از شاهزاده پهلوی دارم حمایت میکنم اینه که ایشون در این مدت‌هایی که من به حرفاش گوش دادم تنها کسیه که با تریبون بزرگ داره کاملا حرفای درست رو میزنه، همش راجع به دموکراسی و رفراندوم و فردای آزاد ایران صحبت میکنه. به نظر من شخص قابل اعتمادیه. میدونیم با جمهوری اسلامی بده و همیشه در حال مبارزه با اینا بوده، یه شخصیت شناسایی شده است، همه میشناسنش، میدونن کیه و قدرت طلبم به نظر من نمیاد. ما هم الان به یک جای از فهم و شعور رسیدیم که اگه ببینیم که این داره از تریبونش و از این قدرتی که بهش دادیم سوء استفاده میکنه، میتونیم این قدرت رو ازش بگیریم و عزلش بکنیم. تنها دلیلی که من دارم از ایشون حمایت میکنم اینه که ما در این برهه باید متحد باشیم و همه با هم باید زیر یک پرچم و اونم پرچم آزادی و دموکراسی برای ایران با هم متحد بشیم. و ایشون به نظر من شایسته ترین انسانیه که در خارج از ایران که همه این مشخصات رو داره، که هم شناخته شده است، هم تریبون بزرگ داره، هم فهم و شعور سیاسی داره، هم حرفای درست رو داره میزنه و هم یه شخصیتیه که قابل احترامه. من به ایشون برای این وکالت میدم و شما هم ازتون خواهش میکنم اگه شک دارین برین حرفا و اینترویوهایی که داشتن رو گوش بدین و برای خودتون تصمیم گیری بکنین. کسی، ما برای مردم ایرانم تصمیم گیری نمی کنیم. ما داریم فقط اتحاد خودمون رو نشون میدیم تا براندازی جمهوری اسلامی که بعدش بتونیم با یه رفراندوم آزاد فردای ایران و نوع حکومت فردای ایران رو که هم میتونه جمهوری باشه و هم میتونه مشروطه سلطنتی باشه خودمون انتخاب بکنیم.